خب به نام خدا، این جلسه میخوام در مورد اصلا مدیریت بانک های اطلاعاتی صحبت کنم. یه ادمین شبکه توی اداره که با اسکیو سرور داره کار میکنه چه وظایفی داره، چه کار باید بکنه؟ یکی از مهمترین وظایف یک ادمین اسکیو سرور اینه که، خب بحث سرویس مرویس ها رو توضیح دادم تو فیلم های قبلی که سرویس ها چطور استارت میشه، هر سرویس چه وظیفه ای داره اینا رو گفتم، چطور بانک اطلاعاتی درست کنیم و اینا رو تو فیلم های قبلی چیه؟ هست. خب اما امروز میخوام در مورد مفاهیم بیشتر از این صحبت کنم. ببینید اسکیو سرور که استارت میشه میاد بالا، یاد باشه اولین چیزی که روش باید تنظیم کنیم بحث مموریش. اسکیو سرور تا مموری سرور هست ازش چی استفاده میکنه؟ بعضی وقتا بگردی از مموری سرور استفاده میکنه که باعث کراش خود سیستم عامل میشه. به خاطر همین ببین الان نگاه کنی توی کامپیوتر خودت این یه عدد خیلی بزرگیه. سعی کنید مثلا یه دیتا، مثلا یه مثال سروری داری با فرض اینکه 8 گیگ رم داره، از این 8 گیگ رم بشه 2 گیگش خود سیستم عامل داره چیه؟ دیفالت استفاده میکنه مثلا 6 گیگ، درسته؟ از این 6 گیگ دیگه 6 گیگش رو به اسکیو ندید. معمولا میگن 4 گیگش رو بدید. دیگه 4 گیگ بیشترش بهش ندید. اینجا میگن عدد به مگ میدی. ضرب 1024 میکنی مینویسید توی. مثلا من 16 گیگ به مس 16 گیگ مموری دادم. چقدر شده دادم؟ مثلا 11 گیگ شده دادم. من اگرش به اسکیو سرور ندادم. چون باشه ازش چیه؟ استفاده کنم. این یه نکته. بعد پروسه سرعت که هست به صورت اتوماتیک هستن اینجا. ببین همه پروسه دارن چیه؟ استفاده. اما من اصلا اتومات در آوردم. ببین گفتم یه سی پی یو واسه آی او استفاده بشه، دو تا سی پی یو مثلا برای چی استفاده بشه؟ کارهای خود پروسسور استفاده بشه. یه سی پی یو کاری گذاشتم که واسه سیستم عامل چی بشه؟ سی پی یو صفر واسه سیستم عامل بده. این خیلی مهمه. این تنظیمات اولیه همه سی پی یو نباید بشه. بعضی وقتا به دیدگاه میخوره دیتابیس یا میگه تو حالت ریکاوری مود پدر سی پی یو سرور در میاره. خب یه سی پی باید بمونه که من بتونم کارام انجام بدم. اینا خیلی نکات ریزی هستند که باید اول بهش توجه کنم. نکته بعدی بحث امنیتی دیتابیس. پس ببین اولین کار پشت سیستم نشستی به مموریش نگاه میکنی و سی پی یوش. نکته بعدیش که پشت اسکیو سرور نشستی نگاه میکنی که ببینی حالت امنیتی تو حالت اسکیو سرور انچی باشه. میدازو تاکیش. دقت کن اگر این گزینه باشه برگردونید این گزینه، حتما یک بار باید اسکیو سرور استارت رو چیکار کنیم؟ استارت کنی که تنظیمات اعمال بشه، یا به عبارت سرور رو یک بار خاموش رو روشن کن. اگه خاموش روشن کنی که فبقا خب خود سرویس هم استارت میشه. اگه نمیخوای سرور رو خاموش روشن کنی یه بار بیا اسکیو سرور رو چیکار کن؟ استارت کن. یه نکته هم گفتم، این دوتا سرویس ایجنت و اسکیو سرور به هم وابسته. اول باید ایجنت رو استاپ کنی، بعد اسکیو سرور رو، بعدی هم که میخوای سرویسش رو استارت کنی اول خود اسکیو استارت میکنی بعد ایجنتش. ایجنت چیکار است؟ ایجنت وظیفه اتوماتیک سازی عملیات های چی رو بر عهده داره؟ اسکیو رو بر عهده داره. که من یه نوع از عملیات اتوماتیک سازی انجام میدم که تو چیه؟ ببینی. خب سرویس بیاد بالا. خب یه نکته هم بهت میگم، اسکیو سرور جزء سرورهای سنگینه، به خصوص وقتی رو لپتاپ نصب میشه. لپتاپ چیکار میکنه؟ سنگین میکنه. تو فیلم قبلی نشون دادم بگیم سرویس هایی رو که لازم نیست چیکار کنیم؟ دیسیبل کنیم. ببین این سرویس هاش کجا بودن؟ یه مروری بهش بکنم چون میخوام یک تو یک جلسه یک ساعته، یعنی واقعا به صورت کاربردی هرچی در مورد اسکیو سرور هست بهت بگم. ببین نگاه کن این سرویس ها رانینگه. نگاه کن ما به جز این دوتا سرویس به بقیه سرویس ها نیازی نداریم. ببین مثلا اسکیو بروزر من لازمش ندارم. کارش چی بود؟ اگر اسکیو بروزر رو خاموش کنم تو شبکه سرویس نمیده، تو کامپیوتر خودش کار میکنه به بیرون سرویس نمیده. خب لازم ندارم. چه مموری استفاده کنه؟ بیا دیسایبلش کن، اپ استوپش کن. سرویس هایی که لازم نداره چیکار کن؟ ببندش. یا این یا مثلا نگاه کن من ریپورت سرویسش، اما ریپورت سرویس کاری ندارم کردن.
یه سروی گزارشگری خود در تو کار خود اسکیل سروی که ما ریپورت هایی رو که قرار خیلی تو شبکه فراخوانی بشه روی آپلود میکنیم روی چیه؟ روی ریپورت سروی اسکیل سروی خیلی سریع گزارشات استخراج کنه بهمون چیه؟ جواب بده. و خوبیش این کش میکنه وقتی تو یه گزارش رو استخراج کردی نفر دوم میاد همون گزارش استخراج میکنه با سرعت خیلی زیاد اینه چیکار میکنه؟ بهش میده. فکر کن یک سروی گزارش که تو کار خود چیه؟ اسکیل. خیلی سرعت و پرفورمنسش چیه؟ بالاست و به خصوص در سیستم های DDS سریع جواب میده. ما دو تا سیستم دارم. OATP رو توضیح میدم DDS. DDS خیلی بهتر جواب. خب اینم لازم نیست. بهتری چی بکنمش؟ استوپش کنم. و دیسیبلش کنم که دفعه بعد ران نشه. مثلا برگه سروراش. من کم نصبش کردم. مثلا خیلی سرویس دارم. من این تو این سرور کمش رو نصب کردم. تو فیلم ها نگاه کنی سرویس های چیه؟ بیشتری داره. اما من اینجا باید دو تا سرویسش رو استوب کردم. این خیلی روی پرفرمانس CPU اینا دارم توی لپتاپ تاثیر داره یا روی PC خانواده پوستش هست. اما تو سرور فعال باشه مشکلی نیست. این هست. نکته بعدی که تنظیمات امنیتی رو کردی بحث دسترسی هست. بحث چیه؟ دسترسی هست. به ما یه یوزری چی داریم اینجا؟ SA. خب به ما یه دیتابیس داریم اینجا. مثلا تست. دیتابیس داریم بنامه چی؟ تست. من میام یه یوزری میسازم. نیو لاگین. اصلا می نویسم. میترا. درسته؟ یه پسورد اسکیل بهش میدم. 1, 2, 3. یک دو سه یاد باشه یک دو سه بدم این تیکش رو این تیکش داشته باشه قبول نمی کنه میگه پسورد پیچیده بده خب اینو برمی‌دارم که پسورد عادی هم چیه قبول کنه خب بعد میام میگم اینا کاری نداریم با اینا میگه سرور رویش چی باشه چی باشه سرور رویش ببین اگر تو سرور رو بذاری روی سیستم ادمین این یوزر میشه چی ادمینستریتور این سرور نه تنها به خود سرور به تمامی بانک های اطلاعاتی هم میتونه چیه؟ دسترسی داشته باشه. بعد یه سیستم ادمین بزنی دیگه تمام شد. این میتونه به همه چی چیه؟ دسترسی داشته باشه. اما میتونه در حد چی شد؟ SA شد. میتونه به همه چی چیه؟ دسترسی داشته باشه. اما تو نمیخوای یه یوزری درست کنی به همه جا دسترسی داشته باشه. میخوای یه یوزری درست کنی فقط به بانک اطلاعاتی دسترسی داشته باشه. مینویسم مثلا به فرض بر مثلا جواد یه پسورد بهش میدم نمیخوام اگر من این سرور رو 300 ادمین بزنم این به همه چیز داره دسترسی داره نمیخوام به همه چیز دسترسی داشته باشم میخوام بهش محدودش کنم میام تو یوزر مپینگ میگم این دیتابیس تست منه درسته و یه نقش بهش میدم باز میتونم الان تو همین دیتابیس هم باز بهش بگم الان فقط میتونم دیتابیس رو ببینه این تیکو چیکار کردم زدم این فقط فعلا میتونه الان این دیتابیس چی رو ببینه تست رو ببینه. بعد میتونی تو این تست الان فقط تو تست هم ببینه کار دیگه ای نمیتونه بکنه. اما میخوام خب حداقل این جواده که الان به این دیتابیس دسترسی داره بتونه تو این دیتابیس همه کار انجام بده. دیگه دی بی آورشو بزنم تو این دیتابیس میتونه چیکار کنه؟ همه کار بکنه. اوکی میکنم. الان میرم بیرون. کدومشو؟ شد پای تیکش مونده بود بذار ببینم. کارا برداشتم ببین میایم SQL Server میزنم جواد 1, 2, 3 کانکت آره پسوردشو چیکار کردم مونده خب میگه نیو پسورد بده دیگه باش میرم دیگه پسوردش عوض کرد گفت دفعه اولی که میای چیکار کنم من این پسورد دیگه دادم اما اگه نگاه کنم من فقط خطا میده به هیچ کدوم از این بانک ها دسترسی ندارم فقط بیکنون دسترسی دارم به تست توی تست هر کاری دارم میتونم بیتونم بکنم چون آونه رو اون چی شدم دیتا بس شدم اینم یک اشاره خیلی مختصر در مورد مفاهیم چی بود دسترسی ها اگر به طرف سیس ادمین بدی در حد CSA میشه همه جا دسترسی داره نه تنها به همه دیتا بیس ها دسترسی داره به تمامی سرویس های SQL Server به همه چیز SQL Server دسترسی داره همه جا میتونه ببینه هر کاری دلش خواد میتونه حتی من سرویس استاپ کنه استارت کنه اگر نخوای به یه نفر دست از 300 میلیون بدی تیکه فقط چی رو میزنی اونجا پابلیک رو میزنی نگاه کن خب توی روبین اینجا مثلا میاد تو سرور روز فقط دسترسی پابلیک رو میدی
و در یوزر مپینگ این قسمت پایین اینجا چیه؟ این فرق میکنه، این ممبرشیپ بشه فقط دسترسی های اون دیتابیس. نکته بعدی الان میرسیم به بحث بکاپ کی. میرسیم بحث چیه؟ بکاپ کی. ما دو نوع بکاپ کی داریم، یه بکاپ کی کود یا سرد، یه بکاپ کی چی؟ هات یا گرم. متفاوت. بکاپ کی کود یعنی این که میخوای بکاپ بگیری وقتی کار برای بان کار میکنه نمیتونه بکاپ بگیری، یعنی باید این دیتابیس در هر حد از سرویسی بشه خارج بشه. بعد تعیین روش و مطمئن تعیین روش همیشه اینجا، یعنی از یه رازی بعد تعیین از یه رازی چیه مطمئن اینه که اسکیور چیکار کنی، سرویس اسکیور سرویس رو سرویس رو استوب کنی. به من میام مثلا این دیتابیس نگاه کن، اینجا تو دیتابیس ها الان با یوزر محدود اومدم دیگه، درسته؟ بذار بگم با یوزر مثلا اسکی بیام، این دو نوع لاگین هم داره دیگه، یه ویندوز اوتنتیکیشن داره که با یوزر دکتر جی جی که ویندوزی مپ شده به این به صورت ویندوز اوتنتیکیشن وارد میشم که مالک اصلی هم دیتابیس هم، درسته؟ این سرور هم میتونم هر کاری بکنم. یکی هم اینه که با چی بیام تو؟ با اس ا بیام. این هم اسکی اوتنتیکیشنشه دیگه. اسفول شد چی داده بود؟ دقیقه. اسفول شد. این دوتا یه دقیقه سطن. اما بهتر همیشه با آقایت چی بهش بس بشه؟ اسکیوری بس. امنیت اسکیوری چیه؟ باستونی. چون امنیت ویندوزی چیه؟ پایین. من اما چون دارم خود کامپیوتر کار میکنم مهم نیست. نگاه کن تو میتونی اسکیور منیجمنت رو یک کامپیوتر دیگه نصب کنی، بس بشه به سرورها چیکار کنی؟ مدیریت کنی. یا نگاه کن اینجا به جای این سرور نمیتونی آی پی بزنی. اینجا ببین اینجا بروز میکنی، نگاه کن دیتابیس رو میاره اینو. تو میتونی اینجا نکته بزنی، خود کامپیوتر رو کار بنویسی. بعد آی پی اون کامپیوتر رو هم میتونی بنویسی. یعنی از این اسکیور منیجمنت بس بشه به اسکیور سرور، یک سرور چی؟ دیگه به بهش وصل بشه، شبکه مدیریتش کنه. درست شده؟ خب من کاری ندارم چون من دارم رو کار روش کار میکنم، همین وصل میشم مثلا ویندوز اوتنتیکیشن فیرم وصل میشم. خب ببین من یه دیتابیسی دارم تست، کجا ساختمش؟ بیا مسیر رو با هم ببینیم. من اینو توی دی پروژکت چی ساختم؟ دیتا. درستم؟ من اگه بخوام برم توی دی پروژکت دیتا از این الان بکاپ بگیرم خطا میده. نگاه کن کپی بیام مثلا ازش بخوام اینجا مثلا توی یک از درایوام ای ازش بخوام بکاپ بگیرم بنویسم بکاپ 98 9-10 اینجا بخوام پستش کنم خطا میده، میگه تری. چرا؟ چون فایل چیه؟ یوزه اسکیو سرور در ازش چیکار میکنه؟ استفاده میکنه. این بهترین و مطمئن ترین روشه که به اسکیو سرور چیکار کنه؟ استوب کنه دیگه، کلا همه چیز استوب میشه دیگه. یا راحت بیا ازش یه بکاپ بگیر. از همه هم مطمئنه دیگه. خیال کاران از دیتابیس از ام دی اف اف یه چیه؟ مطمئنه کامل سرویس استوب شد. الان میام از این دی پروژکت دیتا کپی میکنم توی ای بکاپ 98 پیست کپی گرفت. درسته؟ اما این بعدیش چیه؟ ببین دارم همشو بررسی میکنم. این بعدیش اینه، فکر کن این دیتا من میخواستم از تست بکاپ بگیرم دیگه، درسته؟ بعد چند تا دیتابیس دیگه اینجا دارم، دیتابیس دیگه دارم، مثلا شاپ فندی رو دارم، استوری ای پی پی رو دارم، مای سی ام اس رو دارم،
خب ایدنتیتی اگزمپل رو دارم، دو سه دیتابیس های دیگه دارم که هر کدوم کاربرهای خودشون رو داشتن و برنامه های خودشون رو. من وقتی میام اسکیل شبکه رو استوب میکنم چی میشه؟ کل اداره تعطیل شد دیگه. خلاصه بهت بگم بس این روش خیلی خوبی نیست. این موقعی به درد میخوره مثلا تو یه روزی کسی با برنامه کار نمیکنه به اسکیل چیکار کنه؟ تو یه روزی که تعطیل هیچ کس تو اداره نیست، خیالت رو هر کسی با برنامه کار نمیکنه، یه بکاپ درست سایه بگیر، یه استوب کنی کلا چیکار کنی؟ یه بکاپ بده، چون دقیقاً از ام دی اف به ای دی اف چیکار میکنه؟ بکاپ کامل میگیره، میتونی یه جای دیگه هم نگهش داری. این بدترینش بود دیگه، اما مطمئن ترینش هم استاب شد، چون دیگه کسی اصلا کاربری نمیمونه دیگه. سرویس میویس استوب میشه، همه چیز ترانزکشن قطع میشه، بهترین بکاپه. اما خب همه از کاربر ازش دیگه قطع میشه. این جزء بکاپ های چی بود؟ کد بود که همه از سرویسی شدن خارج شد. یه نوع بکاپ کد دیگه هم داریم، بهش میگن دیتچ. فقط اون دیتابیس رو میاریم از سرویس خارج میکنیم. به من نمیگم همش قطع بشه، فقط میام یوز این دیتابیس رو راست کلیک میکنم، گزینه چی رو میزنم؟ دیتچ. فقط اینو از سرویس قطع میکنم. تست سرویسی شد. به بقیه تیبل ها تو گزینه قبلی کل اسکیو سرور استوب می شد، همه برنامه ها قطع می شدن، اما الان داری چی قطع شد؟ تست کرد. الان می رم دوباره یه بکاپ دیگه می گم نگاه کنم. پروژکت کپی میام تو ای مثلا بکاپ 98 فلان ساعت 22:44 دقیقه یه بکاپ میگیرم. درسته؟ بکاپ میگیرم. این نسبت اینم روش مطمئن خیلی خوبیه، چون این دیتابیس از سرویسی شد خارج شد، اما بعدیش اینه که باز کاربرها این شدن قطع شدن دیگه. درسته همه کاربرهای برنامه ها گزینه قبلی که دیگه کمپلیت داره تعطیل میکرد دیگه، اسکیل استوب میشد، همه دیتابیس از کار میافتادن، میخواستیم از یه دیتابیس استفاده کنیم بکاپ بگیریم، همشون از کار مینداختیم. توی یکی مدت یکم بهتر شد، فقط اون دیتابیسی که باهاش میخوایم بکاپ بگیریم از سرویس خارج کردیم، اما خب باز یوزرها چی شدن؟ قطع شدن. یعنی نمیتونی باهاش کار کنی، باید یوزرها قطع بشن بعد بتونی بکاپ بگیری. خب من دیتچش کردم، دوباره اینو میارم به سرویس، چیکارش میکنم؟ اتچش میکنم. اسمش چی بود؟ اینا دوباره به سرویس چیکارش کردم؟ اتچش کردم. خب اینا روش های چی بودن؟ کود بودن، چون در هر حالت باید چی میشود؟ کاربر شبکه خارج میشود. تو ویدیوی بعدی میگم چیکار توضیح میدم بهت؟ بکاپ گیر هاتو بهتون.